در نگاه سنتی کودک یک موجود کوچک اما مثل آدم و بزرگ هست. یک موجود کوچکی یک فقط با آدم و بزرگ جسش متفاوته یک موجود ناتوانه یک موجود نادانه یک موجود که سر به هوا و بازیگوشه و اوقات خودش رو به بتالت میگذرونه یک موجودیه که مسلحت خودش رو نمیدونه نمیتونه مواظب خودش باشه و یک لوح محفوظ یا یک لوح سفیده به این معنا که آماده است که ما هر چیزی رو که بخوایم در او بگنجونیم آموزش بدیم یادش بدیم اما نگاه مدرن که مبتنی بر یافته های جدید علمی زیستشناسی انسان هست در این مورد به کودک چنطور نگاه میکنه نگاه مدرن میگه که کودک اولا یک لوح محفوظ نیست بلکه با یک با یک پیشینه به دنیا میاد با یک دانشی به دنیا میاد او جانبدار نسبت به جهان چیزهایی رو میخواد بشناسه چیزهایی رو اونقدر بهش علاقه نداره یعنی کودک به یک میز توجه ویژه ای نمیکنه، ولی به یک مورچه توجه ویژه داره به هر موجود متحرک به هر پدیده متحول توجه داره یعنی یک موجود جانبدار به دنیا میاد کودک یک موجود خودیادگیرنده است ولی اصلا آموزش پذیر نیست ذات کودک یک ذات آموزش پذیر نیست دوستان شما به یک کودک دو ساله نگاه کنین میخواد یک کاری انجام بده میخواد دکمه لباسشو ببنده نمیتونه و شما میخواین کمکش کنین میگه خودم خودم یعنی میخواد خودش انجام بده هیچ حاضر نیست که ما بهش چیزی رو آموزش بدیم این که ما در مدرسه شش سال مداوم سعی میکنیم خوندن و نوشتن و حساب بهش یاد بدیم و آخرش اینا رو یاد نمیگیره دلیلش اینه که اون نمیخواد یاد بگیره اون نمیخواد آموزش بپذیره اون روزی که خودش به این نتیجه میرسه که میخواد چیزی رو بخوانه اونجا میاد به شما میگه من میخوام یاد بگیرم که بخوانم و اونجا به طرفت العین دی خواهید دید که یاد میگیره موجود خود یادگیرنده است موجودی که مسلحت خودش رو میدونه و موجودی که به بازی نیاز داره و بازی معبر اصلی یادگیری اوست او همه چیز رو از طریق بازی یاد میگیره کودک یک موجود پژوهنده است دائما در حال پژوهشه بذارین یه مثال بزنم من نشستم تو مدرسه تو مدرسه طبیعت و یه بچه یه کوچه که سه سال نیمه چهار ساله بغل دست من نشسته دخترک میخواد که دست من رو زیر شن مدفون کنه میخواد شن بریزه رو دست من یه سنگ گرد کوچولو برداشته شنا رو برمیداره و هر بار که شن رو برمیداره از اطراف سنگ گرد چیه شنا میریزه پایین چند بار که این کار میکنه متوجه میشه که این سنگ برای این کار مناسب نیست این میذاره یه سنگ صاف برمیداره حالا میتونه شن بیشتر بریزه بعد متوجه میشه که اگه سنگ یه خورده گود باشه مثل یک کاسه میتونه مقدار بیشتری برداره بعد میبینه این مثل یه تپه میشه هی hey, از روی تپه پخش میشه پایین ولی او میخواد همه دست منو مدفون کنه بنابراین آرام آرام شن رو به همه جایی دست من میپاشه حالا به همین رفتار ساده بازی گوشانه به ظاهر بی اهمیتی که بچه داره میکنه یه نگاه دقیق تر بکنیم یک نگاه عمیق تر بکنیم او برای هر قسمت از کارش یک نظریه میده یک تئوری میده اون تئوری رو به عمل در میاره بعد نتایجش رو ارزیابی میکنه و بعد اگر اون چیزی که میخواد نشد اونو کنار میذاره و بعدی و بعدی و بعدی و بعدی تا وقتی که به منظور خودش برسه مگر یه پژوهشگر دانشگاهی چه, چه چیزی غیر از این میکنه اونم فرضیه میده برای فرضیه خودش اطلاعات جمع میکنه بر مبنای اطلاعاتی که جمع میکنه یک آزمایش در راهی میکنه نتایج آزمایش ارزیابی میکنه اگر درست بود تایید شد تداوم میده در غیر این صورت فرضیه جدید و کار جدید این همون کاری که کودک میکنه ولی که کودکی که بازی نکرده باشه فردا پژوهنده هم نمیتونه بشه ما معمولا سه دوره برای کودکی و نوجوانی میشناسیم یکی تا شش سالگی یکی تا دوازده سالگی و یکی از دوازده سالگی به بعد تا شش سالگی کودک وقتی در طبیعت دچار حیرت همه چیز در نظرش عجیب میاد او خودش رو از طبیعت از اشیا از جانوران از چیزهای دیگر طبیعت نمیتونه منفک بکنه همه یک, یک موجودیت یک پارچند ارزشهایی رو که از طبیعت اخس میکنه ارزشهای تس، منفینگرانه منفی و ابزاری است یعنی میخواد بر یه چیزی تسلط کنه اونو بگیره اونو بشکنه خراب کنه اون چیزی رو که ما در بازی بچه ها هم بازی بچه های هم میبینیم که یه اسباب زیر هنوز جلوش نذاشتیم این میخواد از هم بپاشه و ببینه توش چی هست در حالی که از شش سالگی تا دوازده سالگی بیشتر ارزش های زیبا شناختانه انسان انگارانه ارزش های مد نظر کودک هست حیرت اولیه جای خودش رو به کنجکاوی میده حالا کودک میخواد چیزهای مختلف رو بشناسه از اینجا به بعد از شش سالگی به بعد آرام آرام کودک میتونه بین خودش و چیزهای دیگر تمایز قائل باشه دیگر بودگی طبیعت رو به رسمیت میشناسه متوجه میشه که موجود دیگری هم غیر از او هست اون موجود هم ممکنه که عواطف داشته باشه درد احساس کنه باید مراقبتی ازش بکنه در حالی که یک بچه کوچیک که مثلا چهار ساله ممکنه پشمای گربه رو بگیره انقدر بکشه که پوست گربه بخواد بلند بشه ولی اون اگر این تعامل در طبیعت ادامه پیدا کنه او در سنین بالاتر ملاحظه حیوان رو میکنه میدونه که این حیوان دردش میاد و باید ازش مراقبت کنه و از سن دوازده سالگی به بعد ارزش های اخلاقی تر انتظایی تر و مفهومی تر وارد به اصطلاح مراحل رشدی او میشن یعنی چی یعنی اینکه حالا بفهمه که حیوان رو به جای اینکه بتونه بخوره و از خوردنش لذت ببره شاید بتونه از دیدنش هم لذت ببره شاید بتونه از نوازش یک حیوان همون لذتی ببره که از از سید کردن اون حیوان باشه یک نکته که در اینجا بسیار مهمه که بهش اشاره کنیم اینه که اگر کودکی تا دوازده سالگی در محیط طبیعی هست تا پیوسته با طبیعت داره این میتونه یک موجود توانا یک موجود آگاه یک موجود با انگیزه یک موجود خودمدار با اعتماد به نفس بالا باشه ولی لزوما ممکنه که یک موجود اخلاقی نسبت به طبیعت و حیوانات نباشه برای که هنوز ارزش های اخلاقی تر انتظایی تر و مفهومی تر بعد از سن دوازده سالگی باید شکل بگیرن این روی کرده اخلاقی اگر که رشد نکنه لزوما این موجود توانا یک موجودی که بتونه طبیعت رو حفظ کنه نخواهد بود این موجود توانا یک تیغ دودمه اگر روی کرده اخلاقی او به طبیعت میگه که جانوران گیاهان حیوانات ارزش این دارن که حفظ بشن و ما از بودنشون لذت ببریم با طبیعت یک جور برخورد میکنه ولی اگر روی کرده اخلاقی اون میگه که اینها برای ما ساخته شدن و ما باید ازشون بهره برداری کنیم و بخوریم و مصرف کنیم طور دیگری رفتار خواهد کرد ما بسیاری از آدم ها رو میبینیم که شکارچیان قهاری بودن تا سنین بالا و بعد یک دفعه اینها متحول شدن در یک لحظه که مثلا آهوی رو شکار کرده و بعد بچهش رو دیده که سرکن و پرکن به اطراف میره و مادرشو نمیجویه و یک دفعه یک تحول اخلاقی در اونها شکل گرفته و به این نتیجه رسیدن که این کار کار خوبی نیست حالا با هر انگیزه ای فکر کردن که آهو نفری نشون کرده فکر کردن که در آینده ممکنه روز قیامت نتونن جواب بدن یا اینکه آهو هم بچه ای داره و بعد به بچهش برسه و دریغ اگر کشته باشه ولی در هر صورت این یک تحول اخلاقی که صورت میگیره و این تحول اخلاقی ممکنه که او رو به نقطه برسونه که برای همیشه از شکار یا از بریدن درخت توبه کنه کاری رو که مدرسه طبیعت کاری که تجربه علمی طبیعت با کودکان میکنه اینه که این گزار اخلاقی بعد از دوازده سالگی رو کوتاه کنه و اون رو در کودک بنشانه که تو یک رابطه معقول عاطفی و مهربان با طبیعت باید داشته باشی او حالا یک موجودیه که نسبت به طبیعت آگاهی داره میدونه که نیازهاشو باید از طبیعت تامین کنه ولی یک نگاه اخلاقی داره این نگاه اخلاقی به او اجازه نمیده که نسل یک موجودی رو منقرض کنه این نگاه اخلاقی به او اجازه نمیده که اونقدر درخت ببره که موجودیت جنگل به خطر بیفته <applause> کودکی به خیر یا به شر به خوب یا به بد با ما تا آخر عمر میمانه بسیاری از آدما هستند که در بزرگسالی آدمای موفقی میشن اما موفقیت خودشونو به اینکه به فلان دانشگاه رفتن یا فلان اه، امکان شغلی گیرشون آمده یا فلان استاد سر راهشون قرار گرفته و اونها به این موفقیت رسیدن نسبت میدن حال اون که بدون یک کودکی پروپیمان هیچ کدوم از این اتفاقات آینده نمیتونن از او یک موجود موفق شادمان و توانا بسازن اما ردگیری تأثیر کودکی در بزرگسالی بسیاری از وقتا بسیار دشواره. من این ردگیری رو به کار یک باستانشناس تشبیه میکنم باستانشناس وقتی میخواد یه اثر تاریخی رو از زیر آوار در بیاره ابتدا با بولدوزر خاک برمیداره بعد به جایی میرسه که با بیل برمیداره بعد آرام به جایی میرسه که با بیلچه خاک برداری میکنه بعد از اون میره سراغ فرچه ها و بروس های درشت و بعد از اون میره سراغ قلم مو که بتونه آرام آرام برسه به اون اصل اثر باستانی خودش برای درک کودکی هم یه همچین متدی لازم هست ما به ناگاه نمیتونیم با یک پسنگری با یک دروننگری خودمون رو در جایگاه کودکیمون قرار بدیم و بفهمیم که ما اونجا چه کردیم و اونچه که در اونجا کردیم چه ربط و چه نسبتی با فعالیت ها با علائق با ترس ها با بیزاری های امروز ما داره یعنی لایه به لایه برمیداریم بر هر لایه ای رو که عقب میریم و بر اون نور میتابونیم بعد لایه زیری درکش و کشفش برای ما آسونتر خواهد شد ولی این طول خواهد کشید هرچه بیشتر بکاویم بیشتر چیزهایی رو در موردش خواهیم دونست بذارین یه مثال بزنم از زندگی خودم من در کودکی با مورچه با زنبور بسیار بازی میکردم لونه های زنبور خراب میکردم کاری که ما میکردیم اینه که ما اونی رو که نیش نداشت میگرفتیم تشخیص میدادیم میگرفتیم و باش بازی میکردیم تفاوت این دوتا تفاوت بسیار جزی در انتهای شکمه یعنی اونهایی که نیش ندارن که انتهای شکمشون یه پخی بسیار کوچک نامحسوس داره در حالی که اونهایی که نیش دارن انتهای شکمشون تیزه ما اونقدر در این زمینه تیز و با چشم دقیق نگاه می که حتی میتونستیم بعد از یه مدتی رو که نیش ندارن تو هوا بگیریم و باشون بازی کنیم خب این رابطه من با زنبور در کودکی حالا میایم بزرگسالی رو نگاه میکنیم در دانشکده دوره لیسانس میرم و روی زنبور اصل کار میکنم اونجا پایان نامر روی پرورش ملکه زنبور اصل میگیرم در دوره ای که بیکار شدم بعد از دانشگاه زنبورداری میکنم اونقدر نیش خوردم از زنبور که امروز چنان به نسبت به نیش زنبور حساسم که حتی یک دونه دیگه نیش زنبور میتونه باعث مرگ من بشه من باید همیشه یه آمپول همراه هم داشته باشم که بتونم اگر زد خودم رو قبل از اینکه به بیمارستان برسه با این آمپول مداوا کنم اون کودکی اون بازی های کودکی بی ارتباط با علاق شما در بزرگسالی نیستن بسیاری از کتاب هایی رو که من ترجمه کردم درباره زندگی حشرات اجتماعی است مثل سوسی بایولوژی و این علاقه هنوز هم که هست در من هست اگرچه که دیگه نمیتونم زیاد با این حیوان سرکار داشته باشم